یکی از باحال‌ترین ماشینایی که اصولا اصلا نباید تو ایران وارد شده باشه و تو ایران وجود داشته باشه رو امروز اومدیم داینا کنیم توی پاورلند که پشت این دره. این ماشینی که میبینین در واقع UTV هست از برند کنعم و اگه براتون مهمه که بدونین یکی از زیرشاخه های کمپانی بومباردیه هست، کمپانی کانادایی که هواپیما هم میسازه. عجیبه که تو این دوران تحریم که واردات هم ممنوعه این ماشین به عنوان کالای ورزشی میاد ایران، شماره گذاری هم نمیشه، یعنی استفاده خیابونی ازش غیر قانونیه، ولی یکی از سریع ترین ماشینایی که الان توی ایران میتونیم به صورت 0 کیلومتر داشته باشیم. موتورش فقط 900 سی سی حجم داره، حدود 170 اسب قدرت میده و به خاطر وزن کمش شتاب معرکه‌ای داره. خب این ماشین واقعا متفاوت با تمام ماشینایی که احتمالا شما تا حالا دیدین. اولا بهتون میگم که این یه فریم خالیه، یعنی شاسی لوله‌ای و فضایی داره اصطلاحاً که آلومینیوم هم هست و این بدنه‌ای که دارین میبینین کاملا افترمارکته، یعنی شامل شیشه جلو، برفاکن، سقف، باربند، حتی بعضی از پنل‌های بدنه‌اش افترمارکته و مالک محترم این ماشین با پرداخت وجه اضافه که خیلی هم گران بوده این ماشین رو عملا تجهیز کردن، چون حالت عادیش فکر کنین شیشه جلو نداره و با این تایرهای بزرگی که گلگیر هم ندارن عملا خاک و گل و همه چی کاملا میپاشه داخل و مثلا با این شیشه ها که آپشن هست خب یه مقدار رفاه بهتر میشه. اینجا هم نگاه کنین تلخ هست که اینا هم دوباره افتر مارکته و نداره. این پنل پایین در باز به همین شکل، آینه ها و خیلی چیزای دیگه که تو این ماشین میبینین اگه سرچ کنین نمونه عادی که تو ایران میاد نداره. دستگیر در بیرون نداره، از داخل همونطوری که دیدیم باز میشه، درش هم برعکس باز میشه و همونطور که میبینین چیز خاص اینجا پلاستیک، آهن، این کیفا دوباره افتر مارکت، یه صندلی خیلی عجیب و غریب با 4 تا، یعنی در واقع کمربند 4 نقطه‌ای مثل ماشینای مسابقه ای، اینجا دوباره رول بار هست بین صندلی جلو عقب، سقف همینطور و حالا جالبه که سیستم صوتی اینجور چیزا بهش اضافه شده که افترمارکتن همشون. میخوام راجع به فنی ماشین یکم بیشتر توضیح بدم خدمتتون. خب همونطور که میبینین کمک فنرهای خیلی بلند و بزرگی داره که قابل تنظیمن و نکته اصلیشون اینه که اینا قابلیت لیفت، یعنی قابلیت بازی خیلی زیادی رو به شما میدن. تقریبا میشه گفتش که این ماشین از تمام ماشینای آفرودی که ما الان تو ایران داریم قابلیت جامپ زدن بیشتری داره، خیلی چون وزنش هم سبکه کاملا میتونه بالا پایین و هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. سیستم فنربندی جلوش همونطور که میبینین جناقی دوبل هست که یکی از رایج ترین سیستم های فنربندی واسه ماشین های اسپورت و مسابقه ای و اینجور چیزا و معمولا تو ماشین های سواری و ماشین شاسی بلند خیلی استفاده نمیشه. حالا ممکنه 10 تا ماشین الان پیدا کنین که جناقی دوبل دارن و هم جلو هم عقب، ولی خیلی رایج نیست. مکفرسون واقعا رایج تره. عقبش هم دوباره به همون ترتیب کمک فنرهای عقبش و فنربندی عقبش رو اگه نگاه کنین سنرخیه، یعنی شما میتونین اینو بچرخونین ببرین بالا بیارین پایین و میزان بازی این قسمتی که هست و بالا با هم متفاوت خواهد بود برای شرایط مختلف. نکته خیلی خیلی جالب و یه مقدار عجیب اینه که این ماشین اوتوماتیکه و گیرباکس CVT داره برخلاف تصور. تصمیه CVTش فقط 16 ساعت 17 ساعت خلاصه عدد محدودی کار میکنه و خراب میشه، اما به راحتی قابل تعویض هست. طریق این پینایی که اینجا گذاشتن اینو میکشین در میانین و تصمیه جدید رو میندازین، یعنی خودشون میدونستن و تصمیه گیرباکس در واقع مجموعه سیستم انتقال قدرت و تصمیم گیرباکس که اصل ماجرا است به عنوان قطع مصرفی تو این ماشین در نظر گرفته شده. اگزوزهای عقب رو میبینین که ستایی هستن، اینجا یه دونه برای بوکسل کردن داره، این باکس عقب هستش که دوباره افترمارکته،
اون قسمت ها به همین شکل. دوربین دنده عقب برای این ماشین اضافه شده، سنسور دنده عقب اینجا میبینی. چیز عجیبی، یعنی واقعا ترکیبیه از یه ماشین اسپورت مسابقه ای که پلاک نمیشه ولی قانونیه، در این حال که خیلی سبک و بدون آپشن طراحی شده، اومده آپشنال شده و نمیدونه آدم راجبش چه توضیحی بده، ولی واقعا وسیله مهیجه. یعنی به عنوان کالای ورزشی الان توی ایران اومده، یه چیزی شبیه موتور سنگین، که خب موتور سنگین هم خیلی چیزای باحالی هستن. اینم تقریبا همونه، حالا حساب کنیم مدل آفرودیش. کسایی که سابقه سواریشو توی کویر دارن میگن که خیلی شبیه موتورسیکلته، ولی خب یه موتورسیکلت دیگه اگه باهاش بخورین زمین نمیرین، چون اینا خیلی راحت هم اتفاقا چپ میکنن، مخصوصا تو آسفالت. و یه فیلمی هم ازشون منتشر شده که چپ کرده به خاطر مدل خاص تایرایی که داره و تایرای در واقع آفرودیه و کویریه، به راحتی روی آسفالت پله میکنه و برمیگرده ماشین. در مجموع میشه گفتش که یکی از جالب ترین وسایل اسپورتیه که میتونین توی دنیا بخرین. حالا ما این شانس رو داشتیم که بالاخره به ایران هم وارد شده. راجب دایناش هم میتونم یه توضیح کوچیکی خدمتتون بدم. داینا کردن ماشینه که گیربکس سی وی تی دارن چند تا نکته خاص داره، به خاطر مدل گیربکس سی وی تی که دنده ندارن و همینطوری در واقع دور میگیرن، مقداری حاشیه داره، ولی اسب بخار رو دقیق نشون میده. تقریبا این ماشین 142 اسب بخار بوده که بعدا ما تغییراتی که اینجا بهش دادن 145 هست، ولی روی چرخ هست و البته به خاطر دو دف بودن و اینکه ما اینجا داینای تک دف داریم، مجبور شدن که لاک کنن و الان فقط نیرو به چرخهای عقب منتقل میشه، اونم تاثیرگذار بوده. در مجموع چیز حدود 180 اسب قدرت میده از یه موتور 900 سی سی که واقعا عدد عجیبی، یعنی با 900 سی سی اگه شما 90 اسب بگیرین میشه گفتش که عدد خیلی خوبی گرفتین. حالا وقتی 180 اسب میگیرین اونم با بنزین معمولی، میشه گفتش که واقعا عالیه به خاطر توربو و تشکیلات و داستانایی که هست. جالبه که موتورش دایرکت اینجکشن نیست، یعنی تزریق مستقیم نیست و معمولیه، و به خاطر استفاده آفرودی و بیراه نوردی هم که داره، اکثر مالک ها ترجیح میدن که ماشینشون با بنزین ایران سازگار بشه، چون وقتی میرن کویر و بالاخره مناطقی میرن که حالت خیلی شهر نیست و در دسترس نیست، خب ممکنه بنزین سوپر گیرشون نیاد و ترجیح میدن با بنزین معمولی سازگار بشه، که راجع به این ماشین انجام شده. فضای داخلی این ماشین کنم خیلی متفاوت از بقیه ماشین است. همونطور که می‌بینین اینجاها چند تا ارور و وارنینگ مختلف نوشته در مورد اینکه این وسیله نقلیه معمولی نیست و در واقع فقط برای آفرود، پلاک نمیشه، تو جاده عمومی باش ترین. همونطور که می‌بینین داشبوردش هم خیلی خشن و به دور از هر گونه ظرافت و طراحی مثلا جذاب و اینا، خیلی کاربردی، خیلی اسپورتی. این چند تا دکمه که اینجا هست، بعضیش کاربردش رو نمیدونم حقیقتاً، ولی میبینیم مود اسپورت و اکو داره، مربوط به تنظیم دیفرانسیل که عقب باشه، چهارچرخ باشه، جلو لاک بشه، عقب لاک بشه، و یه چیزی دی پی اس داره که ظاهراً مربوط به سیستم فرمون ماشینه، سیستم کمکی داره. اینجا دکمه استارت استاپ، سیستم صوتی داره که ضد آبه، برای همین هم ظاهرش اینقدر متفاوته. این دستکلهی که هست برای سرنشینه، برای شاگرد این دستندشه و آر و ان و اچ و ال داره. صندلی ها همونطور که میبینین خیلی در برگیرنده، با چهار تا در واقع کربند چهار نقطه ای، کپسول آتش نشانی، فرمونش هم خیلی باحاله. دور موتورش همونطور که میبینین از 0 داره تا 9000 و این موتور واقعا حدود 7-8000 تا دور میخوره، چون سی وی تی هم هست. سرعتش هم که چوری بگیرم تا 130 مندرج شده، واقعا فکر کنم 130 تا با این ماشین رفتن، چه توی آسفالت چه توی آفرود، خیلی جذاب و باحال باشه. خب رانندگی با این ماشین تجربه خیلی عجیبیه. من قبلا هم ماشین های این مدلی روندم
و میتونم بهتون میگم که اصلا روی آسفالت نمیتونین قابلیت اصلیش رو حس کنین به خاطر مشخصات خاصی که داره. و خب این ماشین چون پلاک نداره به طور کلی روی آسفالت غیر مجاز هم هست، یعنی مشکل دو تاست در واقع. ولی همونطور که می‌بینید صدا خیلی زیاده. الان مثلا دور موتور 4000 ببینید چه صدایی میده و ترمزش قوی نیست به اون شکلی که حس کنی. اینه کمی پدال ترمزش خالی داره زیر پاتون، فرمونش بسیار سنگینه، ولی مشخصه که خب باید شد هم میتونی سرعتگیر رو بدونه اصلا حس نمی کنیم سرعتگیر رو، انقدری که کمکاش نرمه و لیفت زیادی داره. در مجموع به خاطر شرایطی که هست من خودم ریسک اینه که بخوام باش حرکتی عجیبی بزنم الان رو قبول نمی کنم، ممکنه خطرناک باشه، مخصوصا به خاطر اون قضیه که چپم کرده بودن یکی دوتاشون. ولی اگه بشه حتما میبریمش توی مسیر خاکی، بهتون نشون میدیم که توی خاک چه کارا میتونه بکنه. حالا شاید یه دفعه دیگه توی اپیزود دیگه. اگه از نظر قیمت پرسین این ماشین حدود 2 میلیارد قیمتشه، البته بدون این لوازمی که داره. قیمت دلاری چیزی حدود 30,000 دلار 34,000 دلاره و 2 میلیارد بدون لوازم، با لوازمش حتی بیشتر هم میشه.